بیستمین روز خرداد ماه برابر با 10 جون، روز جهانی صنایع دستی، با تأسیس سازمان ملل متحد حفاظت از میراث‌های فرهنگی بشری به عهده یونسکو واگذار شد و با تأسیس شورای جهانی صنایع دستی به عنوان یکی از ارگان‌های وابسته به یونسکو، صنایع دستی و سنتی در قالب هنر و صنعت به عنوان بخشی از زندگی فرهنگی و حیات اقتصادی ملل مورد توجه قرار گرفت. در حال حاضر این شورا بیش از 90 کشور عضو دارد و دبیرخانه آن در آمستردام هلند قرار گرفته. در تقویم سازمان ملل از سوی شورای جهانی صنایع دستی این روز به عنوان روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شده است. سال 1360 خورشیدی برابر با 1981 میلادی، عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با انتخاب بنی صدر به عنوان رئیس جمهور، مسئله انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت مطرح گردید که در این مورد بین رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر پدید آمد و سرانجام پس از کشمکش‌های بسیار در شهریور 1359 محمد علی رجایی به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شد و موفق به کسب رأی اعتماد گردید و دولت خود را تشکیل داد. با اینکه مسئله مورد اختلاف ظاهراً حل شده بود، اما کشمکش و اختلاف پنهانی و آشکار بین رئیس جمهور و مخالفانش در مجلس و خارج از آن ادامه پیدا کرد. با آغاز جنگ میان ایران و عراق، با اینکه این مسئله تمام توان و فکر مسئولان را به خود مشغول کرده بود، اما در این حال اختلاف در سطوح بالای کشور ادامه یافت. در عرصه جنگ نیز بنی صدر در مقام فرماندهی کل قوا معتقد به جنگیدن به شیوه اشکانیان بود، یعنی نیروی دشمن به درون مرز کشیده شده سپس محاصره و نابود گردد. این سیاست نظامی باعث اشغال نقاط وسیع از اراضی ایران توسط ارتش عراق شد و بر اثر عدم ارسال مهمات و نیرو به خط مقدم، نیروهای ایرانی مجبور به عقب نشینی شدند. در نحوه اداره کشور نیز دو طرف نتوانستند اختلافاتشان را حل کنند. در نتیجه آیت الله سید روح الله خمینی طی حکم کوتاهی ابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی کل قوا که به نیابت از ولی فقیه در اختیار داشت عزل کرد و در پی آن مجلس شورای اسلامی طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر را با اکثریت آرا در 31 خرداد آن سال به تصویب رسانید. سال 1361 خورشیدی برابر با 989 میلادی، کشف حلقه دور سیاره زحل توسط گالیله، منجم و ستاره‌شناس ایتالیایی. سیاره زحل یا کیوان که ششمین سیاره از منظومه شمسی است و فضای حلقوی آن را احاطه کرده، برای اولین بار با تلسکوپ توسط گالیله و گالیلی مشاهده شد. او حلقه هایی را بر دور این سیاره دید ولی نتوانست بفهمد که چه هستند. اما سالها بعد یک فیزیکدان هلندی به نام کریستیان هاگنس ماهیت واقعی این حلقه ها را دریافت. نظام حلقه‌ای مشخص که دور زحل را گرفته مرکب از آب یخزده یا ماده‌ای با پوشش یخی است.